من یک ایرانی بیکاره مفخور هستم. همین چند وقت پیش یه ویدیو من دیدم توی فیسبوک که خیلی از شما ایرانی ها هم دیدین و خیلی هاتون بدون فکر کردن این ویدیو رو شیر کردین با هممیهنان دیگه ایرانی به عنوان تایید، و خیلی هم اومدن کامنت گذاشتن زیر این ویدیو که آره راست میگه، این حقیقته. ویدیو چی بود؟ ویدیو یه خانومی بود درمانده کنار خیابون وایستاده، کنار یه ماشین وایستاده، احتمالا در زمان همی شلوغی های اخیر تو ایران. خانم وایستاده کنار یه ماشینی تو خیابون، یه دو سه نفر هم نورافکن انداختن روشو دارن ازش ویدیو میگیرن. خانم داره صحبت میکنه، در عین صحبت اعتراض‌آمیزش نسبت به وضعیت خودش داشت میگفتش که ما نفت داریم، ما طلا داریم، ما الماس داریم، ما نباید اینجوری فقیر زندگی کنیم. عین همینجوری خانم داشت صحبت میکرد، قشنگ این جملهش یادمه. و تم کلی این مکالمه این خانم این بود که ما نفت داریم، ما بنزین داریم، ما الماس داریم، ما طلا داریم، ما مس داریم، ما نقره داریم، پس ما چرا باید زندگیمون اینجوری باشه؟ شاخ در آوردم. اونایی هم که فهمیدن خب میفهمن این خانم داره چی میگه، که خب اونا هم اصلا واقعا تأثیر برانگیزه. خیلی ها مثل این خانم فکر میکنن، خب خیلی ها نشون میده بابا ما آیکیو کلمون پایینه. دوستان محترم ایرانی، نفت، الماس که ایران نداره، حالا گیرام دو تا دونه ای داشته باشه، طلا، مس. ببینید دوستان، نفت ایران، نفت یک کشور، منابع طبیعی یک کشور حکم حساب پسنداز اون کشور رو داره، حکم حساب پسنداز اون کشور رو داره. هیچ علاقه عبدالکسخرنه‌ای پیدا نمیشه که بگه اون حساب پسنداز رو باز کنیم شروع کنیم خوردن، کار نمیخوایم بکنیم، میخوایم بشینیم اینجا روم خودمون رو باد بزنیم و میخوایم از حساب پسندازمون بخوریم. آقا اون حساب پسنداز رو باز کن، بردار پولشو، بردار بیا ما میخوایم بخوریم. آقا چقدر آدم باید احمق باشه، چقدر آیکیوه باید پایین باشه که برگرده بگه آقا اون نفت رو برداریم بدیم ما بخوریم؟ چرا این نفت زیر زمین نگه داشتین؟ شما ندزدین نفت رو بفروشین، شما هم ندزدین بیاین بدین من بخورم، چون دوست دارم بشینم رو خودم رو باد بزنم. دوستان محترم، نه در مقیاس خانوادگی این موضوع کاربرد داره، نه در مقیاس فامیلی، نه در مقیاس شهری، نه در مقیاس یه شرکت، نه در مقیاس یه بیزنس، نه در مقیاس یه مملکت. حساب پسنداز و از حساب پسنداز خوردن صرف این که ما نمیخوایم تولید کنیم، از درآمد تولید خودمون بخوریم، احمقانه یه چیز اونورتره، احمقانه یه چیز اونورتره. یعنی چی که شما، ما ملت ایران اصلا انتظار داریم که
خرجیمون رو از منابع طبیعی زیرزمینیمون در بیاریم. Are you fucking kidding me؟ عوض تولید کردن بیاریم منابع زیرزمینیمون رو خالی کنیم، برداریم همینجوری به صورت مواد خام بفروشیم، پولشو برداریم بیاییم بیشینیم رو خودمون رو باد بزنیم، همه ثروتمند زندگی کنیم. نه تنها احمقانه است، بلکه نتیجهش هم دارین میبینین. نه تنها احمقانه است، بلکه نتیجهش هم دارین میبینین که کشورهایی که با روی حساب فقط استفاده از درآمد حاصل از منابع طبیعیشون دارن زندگی میکنن، اون کشورها یک استاندارد زندگیشون هیچ وقت به حد مناسبی نرسیده برای تمام هم شهروندانشون. چرا؟ هستن کشورهایی مثل عربستان سعودی که از پول نفتشون یه قشر خاصی 10% ملت دارن شاهانه زندگی میکنن، خانواده آل سعود، ولی بقیه عربستان سعودی که اصلا دوربین فیلم برداری توش قدغنه که من و شما نبینیم، بقیه عربستان سعودی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. فقط خانواده آل سعود هستن، اون ایل آل سعود هستن که شاهانه دارن زندگی میکنن. بقیه عربستان سعودی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. کشورهای دیگه، کشورهای آفریقایی هم که مثل شما فکر میکنن، متاسفانه مثل شما فکر میکنن، واسه ما فکر میکنن که منو به طبیعی رو برداریم بخوریم، اونا هم همشون بیشتر جمعیت زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. کیا دارن بیشتر جمعیت دارن بالای خط فقر رو با عزت دارن زندگی میکنن؟ کشورهایی که اصلا منابع طبیعی ندارن، یا اگرم دارن اصلا دستشون نمیزنن. سوئد، نروژ، آلمان، فنلاند، بلژیک، هلند، دانمارک، انگلیس، فرانسه، شهروندای این کشورها همشون دارن بالای با استاندارد بالایی زندگی میکنن. و از منابع طبیعیشون هم یا استفاده نمیکنن یا به ندرت استفاده میکنن یا اصلا مقرون به اقتصادی نیست که این منابع طبیعی خودشون رو استخراج کنن. واسه شون ارزون تر در میاد که از یک کشور آفریقایی منابع طبیعی بخرن، هرچی نیاز دارن بخرن، تا اینکه منابع خودشون رو استخراج کنن، چون گرون تر در میاد اگه تو آلمان بخوان چیزی رو استخراج کنن. با کار، با تولید تو آلمان استاندارد زندگی اومده بالا، نه با فروش مواد طبیعی، نه با فروش منابع طبیعی، نه با کشیدن منابع طبیعی از ته زمین و فروختن به کشورهای دیگه. آلمان داره با کار استاندارد زندگی همه جامعه رو کشیده بالا، با کار، با تولید. انقدر ما در قرن 21 سال 2018 ما ایرانی ها انقدر احمقیم که هنوز نفهمیدیم، هنوز دست گداییمون جلو دولت درازی که آقا یه ذره از اون پول نفت رو بده من بخورم، آقا یه ذره از اون پول نفت رو بده من بخورم، آقا دزدی نکن، دزدی نکن پول نفت رو، یه ذره شو بده من بخورم. این مرد شورتون رو ببره تولید کنین، از تولید خودتون بخورین. تولید نمیخوایم بکنیم، کار نمیخوایم بکنیم، چون اصولا در شخصیت ما ایرانی ها کار کردن نیست. ما چنان شخصیت والایی داریم، آخه خارکسته ها میگیم ما آریاییم، آلمان آریاییه، سمبل مملکتشون آچار بوکسه. اصلا آلمان شرقی اصلا آچار بوکس رو پرچمش گذاشته بود.
آقا سمبل مملکت تولیده، نه مونتاژ. تولید سمبل مملکت آلمان رو بخوایم واسه آلمان یه سمبل انتخاب کنیم، اگه بگیم مثلا آرم شرکت بنز در واقع چیه؟ شرکت بنز چیه؟ دولت آلمان صاحب شرکت بنز نیست. یه تعدادی از ما ایرانی های الاغ برمیگردیم همیشه تقصیرمون نذاریم سر دولتمون. آقا دولتمون مشکل داره، دولت حمایت نمیکنه. آقا کست ننتون، دولت چی حمایت نمیکنه؟ دولت کارش حمایت نیست. شرکت بنز چقدر دولت ازش حمایت کرده؟ آقای بنز یه ماشینی ساخت و به تولید انبوه رسوندش با سرمایه خصوصی، حالا خودش یه ذره گذاشت، بعد چهار نفر دیگه دیدن آقا این تولیدش خوبه، یه چیزی که داره تولید میکنه یه مشکلی از چهار نفر دیگه داره حل میکنه، اوکی بیا سرمایه بذاریم، شد شرکت بنز. دولت آلمان هیچ نقشی نه در شرکت بنز داره، نه در شرکت BMW داره، نه در شرکت آودی داره، نه در شرکت پورش داره، نه در شرکت فولکس واگن داره. دولت آلمان هیچ نقشی در شرکت‌های خصوصی آلمان نداره. تولید آلمان توسط دستای آلمانیه صورت میگیره، نه به خاطر دولتش. دولتش خایه هیچ کس رو نمیماله، دولتش حمایت از هیچ کس نمیکنه. دولت فقط دست بگیر داره، از کارخونه بنز مالیات میگیره، از کارخونه BMW مالیات میگیره، از کارخونه فولکس واگن مالیات میگیره. دولت فقط میگیره. تنها کسایی که دولت حمایت میکنه و باید بکنه از اون تعداد آدمایی هستن که درصد جامعه که از خودشون نمیتونن نگهداری کنن. عقب افتاده ذهنی، زن بیوه، بچه بی سرپرست، نقطه سر خط. چهار تا چیزای basic infrastructure، چهار تا خیابون و پل و اینا رو، راه‌های حمل و نقل و درست و سرپا نگه داره و مرزهای کشور رو کنترل کنه. نقطه سر خط. دولت حمایت از تولید نباید بکنه. تولید اگه درست باشه، تولید اگه هوشمندانه باشه، اگه شما بتونی یه میخی بسازی که یه جوری بهتر از بقیه میخا باشه، این خودش سرمایه جلب میکنه، خودش سرمایه جذب میکنه. آقا شما، ما تو ایران انتظار داریم دولت بیا تخممونم بماله. آی دولت چرا حمایت نمیکنه؟ دولت چی رو حمایت کنه؟ اگه اون کاری که تو میخوای بکنی اگه اقتصادی باشه، خودش تولید سود میکنه، نیازی نداره به دولت، حمایت دولت. کارخونه بنز چقدر از دولت ازش حمایت میکنه؟ کارخونه فورد، کارخونه تویوتا، دولت چه حمایتی داره از این کارخونه ها میکنه؟ دولت های مطبوعشون هیچی، دست بگیرم داره از اینا میگیره که خرج ناتوانهای جامعه بکنه، خرج اونایی بکنه تو جامعه که از خودشون نمیتونن نگهداری کنن. نقطه سر خط. از اینا پول میگیره، خرج نیروی نظامی و انتظامی کشور رو میکنه. نقطه سر خط. این کار دولته. کار دولت تولید نیست، بالا بردن استاندارد جامعه توسط افراد جامعه صورت میگیره، نه توسط دولت. حالا شما هی دولتتون رو عوض کنین، شاه داشتین، آقا جمهوری اسلامی میخوام، جمهوری اسلامی، آقا دوباره میخوام شاه میخوام، دوباره شاه میخوام، یکی بیاد تخم دو زرده واسمون بذاره. ما رئیسمون اگه بتونیم عوض کنیم مشکلاتمون حله. نه بابا، خودتون رو باید عوض کنیم. ما ایرانی ها خودمون رو باید عوض کنیم، کار کنیم، تولید کنیم، یه میخی بسازیم که از میخای دیگه بهتره و ارزونتر ساخته میشه. اگه تونستی این کارو بکنی، سرمایه هم جذب میشه، تولید هم میره بالا، اون درآمدی که تا حاصل میشه استاندارد زندگی خود تا بقیه افراد جامعه همونو میبره بالا. زنی که جنده اومده تو جلو دوربین میگه
ما مس داریم، ما طلا داریم، ما نباید فقیر زندگی کنیم. کست ننت اینقدر شعور نداری؟ و دوستان عزیزی هم که این ویدیو رو شیر میکنن همه هم باش موافقن. آره حساب پسنداز رو باز کن بده ما بخوریم، چون ما کار دوست نداریم بکنیم. ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، ما اصلا کار کنیم کیرمون کج میشه. آلمانی آریاییه، آلمانی که سمبولش آچار بکسه، یه قلم فقط 5 تا 6 تا 7 تا شرکت تاپ اتومبیل سازی تو دنیا داره. ما با این وضعیت تولیدمون که یه دونه میخه درست حسابی نمیتونیم بسازیم تو ایران، اتومبیل میسازیم همش مونتاژیه، یه روز مونتاژ آشغال انگلیسیه، یه روز مونتاژ یا آشغال فرانسویه، یه روز یا مونتاژ یه درشکه کره‌ایه. تا زمانی که ما نمیتونیم تولید بکنیم، استاندارد زندگیمون همونقدر پایینه. هیچ عبدالکسخرنی هم پیدا نمیشه با عقل شعور کافی اجازه نمیده که بگه آقا حساب پسندازمون رو خالی کن بده ما بخوریم. نه آقا، یا در فقر به سر میبری، یا اینکه ما به این نتیجه میرسیم که باید تولید کنیم تا استاندارد زندگی هممون بیاد بالا. نقطه سر خط. تولید. و تولیدم نیاز به حمایت دولتی نداره. تولید اگه درست باشه، اگه واقعا این چیزی که شما داری تولید میکنی یه چیز مفیدی باشه که به یه نحوه درستی ساخته بشه، یه ارزش افزوده قابل توجهی درست کنه و اقتصادی تر باشه ساختنش نسبت به اون چیزی که قبلا ساخته شده، و چهار نفر بخوان اینو از شما بخرن، استاندارد زندگی همه میره بالا. اونا میخرن، پول گردش پیدا میکنه، صادر میشه، تولید میره بالا، استاندارد زندگی همه میاد بالا. تولید. ما سمبل مملکتمون نه نیاز به الله داریم، نه نیاز به فروهر داریم، نه نیاز به این چیزا داریم. حسین و حسن و تقی داریم. آقا سمبل مملکتتون بکنین آچار فرانسه، تولید کنین، افتخار بکنین که بداریم ما تولید میکنیم، نه تولید مثل. تولید، تولید چیز، یه چیزی که به کار یکی بخوره، یه چیزی که یه مشکلی یکی رو حل بکنه. اگه کردی این استاندارد زندگی همه میراد بالا، نیازی هم ندارین که حکومت عوض بشه. وقتی کشور تولید نمیکنه، وقتی آدمای اون کشور یه کشوری کسر شأنشون میشه که دست به آچار ببرن، شما فکر کنه آلمانیا چند درصدشون مهندسن و چند درصدشون دکترن؟ معمولا یه درصد اجتماع مهندسن، یه درصد اجتماع دکترن. 2% مهندس، 2% دکتر. 96% دیگه دارن کار میکنن. فیزیکی یارو داره پیچ سفت میکنه، اون ماشین بنز خودشو نمیسازه. اون ماشین بنز دو تا مهندس دیزاینر نیاز داره، دو تا مهندس طراح، دو تا مهندس مکانیک، دو تا جمع 10 نفره. بقیه دارن تو کارخونه کار میکنن، دارن میسازنش، دارن تستش میکنن، دارن به مرحله تولید میرسوننش و تولیدش میکنن و به دست مشتری میرسونن و صادرش میکنن. دارن میسازن، ساختن، آچار دستشونه، رسما فیزیکی آچار دستشونه دارن میسازن. همه مملکت نمیتونن حقوق بگیر باشن. ایران همه میخوایم حقوق بگیر باشیم. آقا یه میز به من بده، چند تا کاغذ بذارم این ور، یه چند تا کاغذم بذارم این ور، از این ور این کاغذ رو یه امضا بکنم بذارم این ور، 3 ساعتم برم نهار، 2 ساعتم زودتر پاشم برم خونه دنبال کسکلک بازی خودم، و یه چک حقوقی هم آخر ما بدیم به من، چون کارمندی عالیه، من قرار نیست کار کنم، عرقم نباید بریزم، میتونم که با همچین مرتب و اتو کشیدم برم، اتو کشیدم برگردم.
آخر ما هم 2000 در بیارم. سطح زندگی من مثل سطح زندگی آشغالای عرب باشه. آقایون ایرانی، برادر ایرانی، راه حل ایران نه استفاده از پول نفتشه، نه استفاده از پول مسشه، نه استفاده از پول تلاشه. اینا همه حسابای پسنداز مملکت هستن. هر چه قدم که پیشتر میریم از لحاظ زمانی، چون منابع طبیعی زمین بیشتر و بیشتر و بیشتر داره مصرف میشه، درنچه ارزش این منابع طبیعی از لحاظ دلاری ارزششون داره میره بالا، چون بقیه دارن از منابع طبیعیشون مصرف میکنن. اگه شما از ما از منابع طبیعیمون مصرف نکنیم یا کمتر مصرف کنیم، ارزش منابع طبیعی که داریم میره بالا و بالا و بالاتر، چون تمام منابع طبیعی کره زمین یه عدد محدودیه، نامحدود نیست، یه عدد مشخصیه. هر چقدر که کمتر بشه مال ما ارزشش میره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی اینکه رسما این حکم یه حساب پسندازو داره. این حساب پسندازو نباید بهش دست زد. همونجوری که یه شخص به حساب پسندازش نباید دست بزنه، باید روزگارشو با کار خودش، با تکار و تلاش و تولید خودش بگذرونه، یه مملکت هم حساب پسندازشو نباید دست بزنه. منابع طبیعیشو تا حد ممکن نباید دست بزنه، باید سعی کنه امرار معاش بکنه با تولید خودش. دوستان ایرانی، امرار معاش کنیم با تولید خودمون، تولید برای مصرف داخلی و تولید برای حتی صادرات. تولید، همون کاری که آلمان داره میکنه، همون کاری که سوئد داره میکنه، همون کاری نروژ داره میکنه، همون کاری که تمام اروپای شمالی داره میکنه، تمام اروپا داره میکنه، بالاخره اروپای جنوبی رو هم اروپای شمالی رو انداخته. اونا آریایی هن. اگه میخواین بگین ما آریاییم، آریایی ها منابع طبیعیشون رو نمیخورن، منابع حساب پسندازشون نمیخورن. آریایی ها یه ذره شعور دارن، یه ذره آیکیو دارن، مثل آفریقایی ها و مثل عربا حساب پسندازشون رو نمیخورن. کار میکنن، تولید میکنن، یه میخ بهتر میسازن، میفروشن و از فروش اون امرار معاش میکنن. شما باید زندگیتون رو با تولید بیشتر بگذرونین. آقایون ایرانی، خواهر ایرانی، چشت به معدن مس ایران نباشه که قرار باشه پول کسپارگی تو رو بده. خانم ایرانی، تولید کن، یه چیزی بساز، یه کتابی بنویس، یه تیکه موسیقی بنویس، یه چیزی چوبی بساز، یه چیز آهنی بساز، یه چیز پارچه‌ای بساز، تولید کن، امرار معاش کن. متاسفانه من یک ایرانی بیکاره مفخور هستم.